جان خدا برکت بده. بابا این قسمت رو نذار. ولی صبح یک چهارم قرار بود. ردش کن. خدا این بابا خیلی خوشم اومد. الان شاکی میگم همش داری زحمت این بنده خدا میدی. با عشقی. دیگه میزبان خیلی نمیکشه مثلا. آره تو هم مثل قدیم همه چیزو میذاره رو میز، بشقابم میذاره کنارش، میگه از خودتون پذیرایی کنید. آره یا حتی ظروف مثلا یک بار مصرف، حالا دیگه سفره یک بار مصرف، ظروف یک بار مصرف. ولی خب هنوز این سفره داریه و این روش سنتی برخورده اون همدلی که ایجاد میکنه و حسی، میگم حساس، مگه دنیا به چی احتیاج داره به غیر از این مهربونی ها؟ و این قشنگترین کاریه که داره درسش رو اینجا میگیره، به ما هم یاد میده. علی دمش گرم. سلام دردلک های معمولک چنل پریفار. درود عزیزان، خیلی خوش اومدید. زینا هستم، برگشتم به خدمت شما. پریسا هستم در چنل خودتون. قرار بریم با هم یک ویدیوی عالی بسیار زیبا و باحال ببینیم، دند و جانانه و طنز و کمدی و هرچی که هست دیگه. کیفش رو ببریم. مرسی از معرفی این ویدیو. حتما لینک اصلی در دیسکریپشن گذاشته شده. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون گرمه. پریفان ملودی هم پر از موزیک های جالب داره میشه، کم کم با پیشنهادات خوبتون بیاین اونورم ویدیوها رو ببینید، کیف کنیم، دارم موزیک پیشنهاد کنید. هر دو چنل زنگوله رو فعال کنید که هر موقع ما آپلود کردیم برای شما خبرش بیاد. خیلی خوب نبود نه؟ نه اون خیلی هم بد نبود. بریم اون ویدیو رو ببینیم. شما اطلاع رسانی شود. حاضری؟ جیگر طلاها بزنید بریم. یه سوال اساسی میگه که آیا میدانستید که هراتی ها مهمان نوازترین مردم افغانستان و جهان هستند؟ بله. بریم ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته. تعطیل جمعه و خیابون هم اکثرا مغازه ها تعطیلن و نیمه بازن دیگه. مثلا اینجا دیگه جای خیلی شلوغش بوده، یکی در میون اون مثلا غذاخوری و حالا چیزایی که با شکمیه بازه. یعنی اکثر فروشگاه تعطیله و اینجا مثلا دیروز اومده بودیم ترافیک، الان خب خلوت روز تعطیلشون. از قدیم گفتن فیتیله جمعه تعطیله، فیتیله جمعه. ولی ما جمعه اون تعطیل نیست، ما تعطیل داریم، دور میزنیم. اینجا خاطرتون باشه پنج ماه پیش بود، چهار ماه پیش بود اومدم افغانستانم، اینجا اومده بودیم. مثلا برگردونم دوربینا برو ببینیم اینجا آرایشگاه خالدستان. اول خطی میندازیم، سرسای تمیز میکنیم. بح بح. اینجا کارواش ماشینه، ماشین میذاریم اینجا تمیز بشه. خودمون میریم اول اینجا آرایش تر تمیز، بعد میریم اینجا. حالا میریم الان بالا تر تو میگم از اون رو میز هر چی صابون روشور تیغ میخواد انتخاب کنیم. میره همون اینجا دلات سنتی و این داستانا. به به مشتمالو سلام لالا. آه این قسمت مخصوص فکر کنم دومادا هست. دوماد داماد های عزیز. سلام لالا. میگه او دوستا دیگه مو شما درست نکنید. نه من میگه خط چه خوبه، راحت آدم میره آرایشگاه تو افغانستان، فارسی حرف میزنه، خط میخوام، اینجا رو میخوام کم کنه، اونجا رو زیاد کنه. والله به خدا او کلا گذاشتم مهم چه برم. نه خیلی خوبه، چه لباسه به تو من فرداد بشم میشتاسی منو نکر دادم فرداد چه میشتاسی باید رایگان آرایش کنه دیگه. آه خالد گل آه داخل میستاز انگوشتر و ساعت و بچه ها همه فالوه، همه دنبال کننده. خب تموم شد اینجا میشم سپیده این کرم که زدن رو صورت هم برس کردن برای پاکسازی خونه اینجا ریخته. الان بعدش میریم دوش بگیریم کار مستقب این زیره تموم تموم بشه. نداشت کریش کرم برای پاک کنیم. نه اینجا رو سایه انداخته به قولم مشخص. نه اون دوست داریم آبی دست کجا بخوایی بری تو هر ممنون از محبت، ممنون از محبت لالا امی تازه بشم دست زحمت لالا امی مشتی. آقا راستی حموم عمومی میگه روز جمعه شلوغ، علتشو من نمیدونم، شما بهتر میدونید. زحمت کشید برای من وی آی پی گرفته، میخوایم بریم حالا تا جایی که بشه براتون فیلم میذارم از همون. خب جمعه ها اینجا سفیدا، نه ژلف سفیدا یه دونه دیگه لازم میشه. سفیدا همه کار میکنه با این داره جلت بگیریم، جلت هم بدیم بگیر. لالا حمید دست به خرج قشنگ شد دیگه از فنر استفاده شما قشنگ مثل ماه داره میده. خیلی نگاه کن اوه چه جوون شد. آقا مجرد هم هست تازه هم دوست گرفتی زینه تم گرفتی.
یعنی چی مجرد جیلت هم گرفته؟ منظورش چی بود؟ بابا همون گرفتیم با دویم داخته. بابا نگیر، گناه دارن. عشق میشه یه هم چرا؟ لختن یه هم کو؟ دیگه ما رو داره میبرن. چه خوشگله جانم. گفته بود شلو به شما رو درست تیپو داری که عشقی عشق جان یکو برا جان بیا بیا پیر حالا دلاک میاد دیگه بیا پیر آخ اینجا رو دیگه بخارا رو ننداخت که بابا کیسش میکشی کیسه میکشن مشتمال سنتی لیپ کیسه سفشویی کامل علمیست دارم سمون اومدیم ما شالله چه سفید چون جانو هزار الله سفیداب های افغانستان اینه ها سفیداب خوب با کیفیت با عطر گلاب بودم من اینجور بودم نانات شدی نانات آقا دمت گرم ممنون ممنون بابت اسم این آرشگاه چی میشه کجاست برات خانه استایل استایل خانه استایل توی هرات کدوم خیابونه؟ خالد بود حواسش نبود که خالده اومدیم آب میوه چهار فصل قسمت مورد علاقه شیریخ خوراکی ها شیریخ ما بهش میگیم بستنی ولی اینجا بهش میگن شیریخ نه درست نه یه چیز دیگه است یه چیز دیگه است یه دستی کلاه درست خیلی خوبه پکولت خیلی خوش رنگه بهش هم میان فیلیه هم خیلی خوش بده بریم دیجا شما خالی شیریخ رو داریم بستنی ها شیریخ های حرات معروفه بفهم شیریه که میذارن یخ میذاره بریم آخه فیلم بگیر از خوش برد خب همون بستنی سنتیه دیگه یه جورایی یعنی روش قدیمه درست در این فلاکس چیه توش؟ نه آب آب و فرنیت آب بفهم بفهم لده جانم هستی بالای میدونه مشتفه سلام ببینی بازم چقدر از نور و رنگ طلایی و زرد آینه کاری خیلی قشنگه خوشم میاد خونه های قدیمی هم اینجوری آینه کاری و اینا بود خیلی خوشگله میدونی امضای کارشونه یعنی دیگه میدونی محیطه توی مثلا کشور افغانستانه آره و اینکه مثلا این آینه کاری ها کوچولو کوچولو تکه های کوچیکی از آینه استفاده شده که الان اومدن تو دیزاینا بزرگ شده باز آینه استفاده میکنن ولی خب مثلا یکم چه نمیشه بگی با کلاس خب یکم جدیدتره آینه ها باشون کود و آب مناسب ریختن بزرگ شدن رشد کردن چی دیدن الان نرد شدن چقدر خنده دار و من مستخواهی میکنم حکاهی همون در همه بسریه دیزاینش و طعمش که من مشغول استوری رو لود کردم بودم دیر رسیدم دوستان دیگه تموم کردم همین جمعه دست درد نکنه زنده باشی بیرقت بالا سمیشه زنده باشی محترامون رو پارک کردیم بریم بالا با هم هرا بیا بالا لالا نه اینجا یه فیلم میگیریم از با هم اینجا شو برق رفت ما همین که رسیدیم برق رفت بریم از بالا شهر هرا تو براتون میگیریم همچین همون بودید که فیلم برداری کنی همه سک و سفید بریم از بالا بام هرات بام هرات یه سخری بوده خواه البته الان خالیه دفعه قبل هم تو روز اومده بودیم بالا همیت یه مال فصل دیگه استخر روبازاره دیگه هوا سرد شده فیلم بگیریم بریم جلو ببینیم داخله و ویوره ویوره دیروز دیدیم مکه شبا ولی کابل بود آره. اینجا دیگه هرات بام شهر هرات بشین همینجا یه چایی بریز برا خودت یه موزیک آرومی بذار علی جان کوه چون خودش نماد صلابت و قدرته خاطر جنس سنگ بودنش و اون عظمتش حالا سایزهای مختلف وقتی هم میری بالاش میشینی یک حس نمیگم قدرت ولی یک حس سلطه بهت دست میده خاطر اون ویو و اون همه میاد پایین همه چیز میاد زیر دستت حس قشنگیه ولی باحال سرسخت نبوده که
بخواد خیلی کوهنورد نه جاده کشی باشه این شکلی با ماشین بری پارک کنی و هرات مثل این که خیلی از چراغ های سفید استفاده میشه لاکچری و باحال و خفن خفن از مهمون نوازیه همه افغانستانی ها هرچی بیان کم بگفتم بذار جا اول ببینیم بعد بریم راجع مهمون نوازی بیشتر بسید بچه جای دلی اصلا سیستم اینجا چجوریه کلن هیچ جای دنیا من این ریختی نهیدم اینقدر مهمون نواز بفرمالای این چی کار کردن واسهش حالا چه کار رو؟ فقط واسه علی ببین بحثی که داره میگه حالا علی هم یکیشونه ولی مشخصه که روح مهمان نوازیه توشونه یعنی روحیه شو دارن هیچ فرقی هم براشون نمی کنه کجایی باشه بفهم بخاری هم داره داخلشون بفهم حالا اینجا علی شما جلو بریم من دارم فیلم میگم راحت باشی به تصویر کشیده میگه چی؟ نمیرن داخله میگم بفرمایید بریم سلام بفرما فیلم میگیم راحت یا الله خیلی خوبه رفتیم داخل زیاد دوم نمیشد صحبت کنیم این صحبت رو میکنم حمید یه ناراحت میشه حالا این سری رو بعدا میبینه باز خیلی خواه الان اون موقع ناراحت میشه نمیذاره سری رو گرده دار بدم چون من هر دفعه ازش اصلا یه جوری مهمون نوازن من میگم آقا شرمندم ببخشید مزاحم شدیم واقعا ناراحت میشه میگه چرا میگی مزاحم اسمش برمخوره واقعا حبیب اللهی دیگه حبیب خدا نمیدونم چی بگم نمیشه اصلا زحمتش رو جبران کرد بعد یک جوری مهمون نوازن ما الان اینجا خب داشتیم میومدیم زنگ زد چند تا دوستای دیگه‌ش هم بیاد که گفت بیاین شما مهمون من باشین به قول خودتون دوره هم باشین مدل و تیپ و اصلا اینو من هیچ جا حالا کل دنیا رو که نرفتم برای اون چند جایی که رفتم جای مختلفی که رفتم و دیدم اینجوری هیچ جا ندیدم اینقدر خوشحال بشن از هر کسی که بتونن بیان سر سفرهشون بتونن به کسی به قولی رو گفتنی حالا سفره‌دار بشن غذا بدن خدمت کنن خوشحال میشن از ته دل دسته بودیم جوان ها دارن به اصطلاح اختلاط و معیشت بعد از هم سوال کردن چه چیزی اینجا وسط خیلی جالبه که دیدی و به قولی رو گفتنی فرق میکرده خیلی چه سوالی پرسیده شگفت انگیز شدی؟ شگفت زده شدی شگفت انگیز که نمیشی اینجا که ما هر جا میریم به زور ما رو میخوام ببرن تو خونه شون از همون بهترین پذیرایی رو میکنن حتی دست ما رو اونا میشورن با آب نمیذارن یه لیوان آب ما خودمون بریزیم خود به قول فرنگ صابخونه بلند میشه برامون آب میریزه یک نشسته فقط یه گوشه میبینه که لیوانه چون این به بهی که میگم ببخشید استاپ کردم منظورم این نیست که چقدر خوبه ببین این لطفشونه آره این محبتشون و حسه دیگه انسان ها حس متقابل رو در موردش همه میدونیم وقتی که او حس سر رو بهت میدن تو هم میگیریش دلت میخواد بیان اونام بیان کشورت مثلا بیان اونجایی که ساکنی مهمونشون کنی یعنی چه مهمون تو مهمون آره و واقعا میگم اون حسه که بهت میدن قشنگه اون حسش خوبه دقیقا چایی تموم میشه دوباره چایی پر کنه یکی اونجا مسئولی که فقط میوه جلوی ما دونه دونه پوست بکنه بذاره بودم خیلی واسه ما عجیب بود با چیز عجیب نیست اینجا همه جا اینجوریه چون حالا اینو میگه خب داریم الان با الانمون مقایسه میکنیم خب قدیم هم همین بوده دیگه که خیلی مهمون نواز باشی مهمون که میاد واقعا همه چیزا واسهش مهیا کنیم ولی مثلا الان جدیدن که بخوای بهش فکر کنی اینه که شما یه میزی رو میذاری کنار مثلا سالن پذیرایید و روشو میکنی پر مواد غذایی دقیقاً آره. میوه فلان و اینا حتی دیگه مثلا زحمت این که چای رو بگیری جلوی تک تک مهمون ها رو دیگه میزبان خیلی نمیکشه مثلا آره تو مثلا قدیم همه چیزو میذاره رو میز بشقابم میذاره کنارش میگه از خودتون پذیرایی کنی آره یا حتی زیادی. ظروف مثلا یک بار مصرف حالا دیگه سفره یک بار مصرف مد شده. ظروف یک ولی بار خب مصرف. هنوز آره. این سفره داریه و این روش سنتی برخورده اون همدلی که ایجاد میکنه و حسی میگم حساس مگه دنیا به چی احتیاج داره به غیر از این مهربونی ها و این قشنگترین کاریه که داره درسش رو اینجا میگیره به ما هم یاد میده علی واسه ما قفله واسه ما تو ایران قفله هیچ کس خانوادهش براش این کارو نمیکنه آقا شما خودت پدر مادر کم که هستی پدر مادر نمیان دستتو بشورن میگن بی غذا بخور یا واسه 24 ساعت بالا سرت ببینن لیوان چای کی خالی میشه بذاری زمین واسه پر کنن هیچ کی واسه هیچ کی این کارو نمیکنه اینو من هیچ جای دنیا نه شدت عاشق ما ایرانیان من آرایشگاه که بودیم بند خدا و من سه چهار نفر که بودم منو شناختن یکیشون گفت من چند سال ایران بودم تهرانم بودم یه حرفی زد
من خودم از خودم خجالت کشیدم برگشت که برای من ایران بودم، ایرانی خیلی از ما بعدشون میاد، از ما متنفر بودن، ولی شما اونجا رو سر ما جا داری. آخه ایرانی ها نمیشه گفت. خب بالاخره یه نمونه هایی دیدن دیگه، اذیت شدن. شاید تعداد زیادی این اتفاق براشون افتاده، ولی خب هرچی نیاز داری بیا بریم خونمون فلان اینا. خجالت کشیدم. خجالت هم داره. من تو کشورشون و من به عنوان ایرانی الان ما ها چجوری باشون برخورد کردیم؟ نمی بیشتر از اینم نمیتونم توضیح. خودمون میدونیم دیگه چند چند بودیم. هممون نه هم. یه تعدادمون شاید برخورد و دیدگاه و بالاخره علی جان راجع به این موضوع، حالا نژاد، این موضوع نژاد پرستی و اینها مثلا صحبت کردن، چون من باز هم کامنت بچه ها رو که میخونم میگفتن علی جان از همه چیز صحبت میکنه جز اینکه یک گوش زدی به خود مردم ایران بکنه. ولی خب الان اینجا یک اشاره که آره نه داشت نردن. همیشه تو استوریاش داره این موضوع رو میاره، حالا نگاه خوبی نداشت. مردم تر و تمیزن. ما دیدگاهمون از این که میشنم یکی افغانستانیه در جای یاد کارگری و کارگر افغانستانی میفتیم که همه چیشو لخته و لخته، لباس ها ریخته به هم، چه میدونم یه تیپ کارگری دیگه، چه کارگری دارین چه کارگر افغانستانی، یه تیپ کارگری همه چی پیش لخته و لخته، به شدت منظمن، به شدت لباسشون باید تر و تمیز باشه، بوی عطر بده، روزی یه بار باید دوش بگیرن، دوباره به جز دوش که خونه میگیرن بیرون حموم عمومی خیلی مقیدن برن اونجا لیف و کیسه بشن و لباس اوتو باید داشته باشه. خیلی روی این تصور من نوعی نبوده هیچ وقت یا تو نبوده. خب ببین منم کارگری برم کارگری کنم بیام، خب لباسام یا خاکی میشه، کثیف میشه، پاره میشه، بعد خسته میشم، انرژی ندارم محیط رو خیلی منظم کنم. یعنی میگه که کارگر ایرانی، افغانستانی، ژاپنی، آمریکایی نداره کارگر. خب همه جا کارگر دیگه. منم برم کار شما لباس مناسب با کارتون رو نپوشید. آره واسه کارگری هم کار بدی نیست. شلوار مثلا میره سر ساختمون. درسته آره، و کارگری هم کار درستیه، یعنی چی میگن نون حلال دیگه، نباشه که کار لنگ میمونه. ولی میگه تصوره دقیقاً قشنگ میگه، تصور خوبی نیست که ما بخوایم همه رو با یه چوب برونیم، همه رو به یه شکل ببینیم، و باید هر کسی تو جایگاه خودش یه انسانه که متولد شده، رشد کرده، با هر تفکری که داره باید بهش احترام بذاریم. خودم آدم شلخته ایم توی مسائل، مثلا پوشش و اینا یه خورده پلش دارم دیگه، لباسی در میارم چی پرت میکنم، یادم تو مصاحبه میگفت اینا میان تک تک رو جمع میکنن تو میکنن خیلی منظم، چه سختش میام جی بنداز تو میندازم تو چمدونم، نه نه دست نزن فلان، ما خودمون باید اینجا مرتب کنیم. توی این مسائل خیلی 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 حداقل از من نوعی جلوترم، و این چیزی که بود که من خودم فکر نمی‌کردم اینقدر نظافت و منظمانه دیسیپلین باشه. همین جان خدا برکت بده. بابا این قسمت رو نذار. ولی صبح یک چهار رو مقدم ردش کن. خدا بابا خیلی خوشم. حالا شاکی میگم همش داری زحمت این بنده خدا میدی. با عشقی. میگه تو چرا دست به جیب نمیشه؟ میگم نمیذارن. اینجا یعنی من دست به جیب بشم با کلاش منو میذارن. نمیذارن. هرچی میگم آقا بیا ایران ما خدمتت کنیم. محبت تو که واقعا نمیشه اصلا با پول جبران کرد. خیلی چیزا رو با پول میشه جبران کرد، غذا اینا، ولی این محبتی که دلی ندیده و نشناخته به ما اینجوری کمک کردی، هوای ما رو داشتی به عنوان یه ایرانی، واقعا نمیشه. خدا رو شکر واقعا قدرشناسی. آقا بسم الله، بسم الله شروع کن. اونا چی بود؟ من این تدیک رو یه تیکه خوردم. چی بود؟ خوشمزه بود. اینجور تدیک ها رو زیاد خوردم تو ایران، ولی این اصل لامذب، اصل تدیک رو دیدم و گوشتار نمیخوام بخورم، اون فقط تدیک ها رو بخورم. خیلی عالی، این اصلا قشنگ بوی طعم کره ایوانی خامه میده، میخورم شیرینه. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودیم، لذت میبریم واقعا. این همراه برگشتیم هرات و ببینیم در هرات چه خبره، ببینیم چه مهمون نوازی. ولی بچه ها خدایی میگم توی چند سال پیش که ویدیوهای خندقند رو ریاکشن میرفتیم و با مردم هرات آشنا شدیم، من خیلی دوستشون دارم، یعنی همه عزیزن، ولی خب بچه های خندقند شیرینن، میدونی چجوریه؟ چند دوست خب... هراتی هم اینجا داشتیم، همه گل، همه با ما هم. و اینکه خیلی کامنت گرفتم از اینکه حالا مثلا دیدی قسمت بندی میکنیم ما، چه میدونم شیرازی ها تنبلن و اینها،
و مردم افغانستان هم که ولایت ها رو تقسیم کرده بودن خیلی از مهمون نوازی بچهای حرات نمیگفتن و مثلا من تعجب میکردم چون فرهنگ یک کشور خیلی ربطی به ولایت ها نداره و اینکه علی جان همه کامنت ها رو سوزون من که باور نکرده بودم با ما همراه بوده امیدوارم بوده باشید قربون شکل ماهتون بشم ماچ به کله هاتون جمله بندی درستی نه بوده آماده بود خیلی قرقاشی بود کوچک دوستتون داریم با امید دیدارتون دمتون گرم خدا نگهدار.